محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی به منظور بازدید و افتتاح پروژه های آب و انرژی به ولایت ننگرهار سفر نمود. سرپرست وزارت آب و انرژی در آغاز این سفر از پروژه 10 مگاوات برق آفتابی نقلو که با سرمایه گذاری شرکت استخراج و پروسس معدن آفی بهرام در حال تطبیق می باشد و کار آن حدود 75% پیش رفته است بازدید نموده، با مسئولین این پروژه پیرامون اهمیت و کیفیت آن بحث و تبادل نظر نمود. سرپرست وزارت آب و انرژی پس از بازدید پروژه 10 مگاوات برق سولاری نقلو به ولایت ننگرهار رفته، یک پروژه عام المنفعه با سازی کانال آبیاری، حوض ذخیره آب و با سازی کارزها به ارزش مجموعی 780,000 دلار را در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار افتتاح کرد. همچنان آقای منصور بعد از افتتاح این پروژه یک پروژه عام المنفعه دیگر به ارزش مجموعی 11,000,000 دلار را که نیز شامل اعمار کانال آبیاری و حوض ذخیره آب بوده و توسط مؤسسه PMS ژاپن در ولسوالی بالاکوت ولایت ننگرهار تکمیل شده است را به بهره برداری سپرد. سرپرست وزارت آب و انرژی در هنگام افتتاح این پروژه از فعالیت‌های مؤسسه PMS در راستای تطبیق پروژه‌های آب اظهار قدردانی نموده، اهمیت این پروژه را در راستای سرسبزی و مدیریت آب ارزشمند خواند. ما دغه پروژه د زموږ ملت غوښتنه ده، دا اسلام زده دې ته به توجه کوو ان شاء الله. موږ هم دغه شي انسانان یو، سره پوتم ضرورت لرو، شپانو ته ضرورت لرو، دا چې سمسور وطن ووینو او زرغون وطن ووینو او د خپل قوم متحد ووینو، تر څو زه پکې خالي نه یم یقیني کوم. همچنان آقای منصور اظهار داشت که امارت اسلامی به ارائه خدمات صادقانه در کشور متعهد بوده و از مردم شریف افغانستان نیز انتظار می رود که در مقابل تبلیغات دشمنان بیدار و با امارت اسلامی همکار باشند. از سوی هم سرپرست وزارت آب و انرژی در جریان این سفر از ساحه بند آبیاری و تولید برق گمبیری واقع ولسوالی کسکنر ولایت ننگرهار بازدید نموده، با اشاره به اهمیت این بند اظهار داشت که دیزاین تفصیلی این بند تکمیل و کار ساختمانی آن هم با دو شرکت ساختمانی انقریب قرارداد خواهد شد. بند گمبیری ظرفیت تولید 45 مگاوات برق را دارا بوده و حدود 32,000 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار خواهند داد که بیش از 300,000 نفر از آن مستفید خواهند شد. در کنه در چی در اقتصاد روح روان پر صنعت که پروتی او در صنعت د ماشین سرخولو لپاره د برېښنا اهمیت ټولو ته څرګند دی. پر همدې اساس د اسلامي امارت د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکا څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا د 10 مگاوات لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. د افغانستان اتیا ته په کتو ښایي دا پروژه وړوکې ښکاري، خو ماته د ځان بساینې د منزل په لور یو یو انچ نږدې کېدل هم ډېر زیات ارزښت لري. ما هم امروز یک گزارش ویژه داریم. ما قلبا سپاسگزاری میکنم از وزارت انرژی و آب که واقعا یا زحمت کشیدن تلاش کردند که یک نقطه افغانستان روشن میکنند. امروز آمدیم در ولسوالی سروبی کابل. دلته صنعتکاران موجود دی، دلته زارعین موجود دی، دلته زموږ عام خلق شفاخانی موجود دی. د هغو ضرورتونه چې دي هغه تقریبا د ټولو اولیت یې برق ته ورکړی ده، ځکه که چېرته زموږ د تاسې په دې ملک کې برق نه وي، زموږ هغه فابریکې په سلګونو فابریکې چې فعالې شوي دي هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي. لله الحمد، افغانستان د امنیت له لحاظه پانګوالو ته یو مناسب ځای دی او نور پانګوال هم کولی شي
چې خپل وطن ته راشي او د خپل هیواد په آبادۍ کې خپله ایمانی او وجدانی ونډه واخلي. زه وایم چې دا برق اوس د تحسیناتو د درجې څخه د هوایجو درجې ته په فکر کې خو راغلی دی، خو بحث اوس د فقهاو کېدای سي پر دې وي چې که اجتهاد وسي چې آیا دا په ضروریاتو کې راځي. زه وایم چې دې کار ته امارت ډېره توجه کړې ده. بنام یاد پروردگار. سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم سعادتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما وطندارایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب کردین. ما هم امروز یک گزارش ویژه داریم. ما قلبا سپاسگزاری میکنم از وزارت انرژی و آب که واقعا یا زحمت کشیدن تلاش کردن که یک نقطه افغانستان روشن میکنند. امروز آمدیم در ولسوالی سروبی کابل. در این قسمت که ما قرار داریم بعد از سالهای متمادی یک خوشخبری است که برق آفتابی ساخته میشه که وطندارای ما که در ولسوالی سروبی زندگی میکنند از نایه برق شکایت داشتند. آل فضل خدا با تکمیل شدن این پروژه این وطندارای ما مکمل صاحب برق میشن و زمینه کار تقریبا به 100 نفر فراهم میشه و امروز رسما افتتاح شد و در افتتاح این برنامه ملا صاحب برادر حضور داشتند. من قلبا از رهبری امارات اسلامی افغانستان سپاسگزاری میکنم به خاطر که خودشان میایه از پروژه‌ای که آغاز میشه نظارت میکنند و افتتاح میکنند. امروز هم خوشخبری اینمی بود که در این قسمت برق آفتابی ساخته میشه، تقریبا ظرفیت 10 مگاوات دارم و انشاءالله که در نقاط مختلف افغانستان این قسم پروژه عملی شود که یک افغانستان روشن و آباد داشته باشیم. امروز هم در این قسمت کار آغاز شد و انشاءالله که در نقاط مختلف کابل کار آغاز شود همانند این پروژه. این پروژه است که متاسفانه که وطندارای ما از نایه برق خیلی شکایت داشتند و خصوصا در زمستان پرچوی برق زیاد میشه و همین پروژه کمک میکنه، خصوصا این پروژه برق آفتابی کمک میکنه که کابل صاحب برق شود. انشاءالله که اگر در نقاط مختلف کابل این همین قسم پروژه عملی شود بخیر دیگه، یک روز افغانستان آباد و تمام نقاط افغانستان و خصوصا کابل روشن شود. با امید امروز روز دیگه شما را دعوت میکنم به بسته تصویری و همچنان نظرات وطندارای خود امیر و مراسم افتتاحی برنامه را. تا آخر برنامه بیننده ما باشین. العالمین العاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. افغانستان الإسلامي مرات مسؤولين فانقوالوا صداقروا المجلس حاضرون وعودرنوا هوادوالوا أهتولوا دي مرات مشران أو مسؤولين رو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید لرم چې د صحت جامع مو پتنې او رزنې چاري مو ښه روانې وي. قدرمنو وروڼو، دا وطن زموږ ویاړ دی. په دې خاوره کې مو عزتونه او نسلونه خوندي دي او همدا زموږ د پېژندنې او هویت سمبول دی. همدا عامل دی چې اسلامي امارت افغانستان د تیرو ډیرو واکمنیو برعکس
لدی ولس او د میلیونو افغانانو په یونو خروب سوی پاک خاورې سره ژمنه لري چې د بیا رغولو آبادولو او د سیالانو سره په سیال کولو کې به یې له هیڅ ډول هڅو او د اړتیا په صورت کې قربانیو څخه دریغ ونه کړي. دا چې اسلامي عمارت د هیواد په اقتصاد او بیا رغونه کې شپه او ورځ هلې ځلې کوي او اغېزمن او نه ستړي کېدونکي ګامونه اخلي، درکړی ده چې د اقتصاد روح روان په صنعت کې پروت دی او د صنعت د ماشین څرخولو لپاره د برېښنا اهمیت ټولو ته څرګند دی. پر همدې اساس د اسلامي عمارت د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکا څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا دی د 10 میګاواټ لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. د افغانستان اتیا ته په کتو ښایي دا پروژه وړوکې ښکاري، خو ماته د ځان بساینې د منزل په لور یو یو انچ نږدې کېدل هم ډېر زیات ارزښت لري. دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د 10 میګاواټه په اندازه د نورو له احتیاج خلاص یو، او دا خو یې پیلامه ده د دې پروژې له بریالۍ تطبیق وروسته به د همدې ډول نورې د لوی مقیاس پروژې هم ورپسې وي انشاءالله تعالی. د برېښنا اهمیت ته په کتلو اسلامي عمارت وپتېله چې له ترکمنستان څخه د راتلونکي پروژې د پاتې چارو د بشپړولو لپاره د دغې پروژې قرارداد د یو کان په بدل کې افغان انویسټ شرکت ته وسپاري چې په دې سره به په 1500 کیلو ولټ لین کې د سلګونو میګاواټو برېښنا د انتقال زمینه برابره شي انشاءالله، او افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په ترڅ کې په کلني ډول له 200 میلیونو ډالره زیات بچت ولري. د دې پروژې په وصل سره چې د هیواد کومه صنعتي او اقتصادي پایه څرخي د هغې محاسبات بیل دي. باید ووایم چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یوې بلې سترې ملي پروژې د یوې لویې برخې د بهره برداری شاهدان واوسو چې دا به په خپل مجال کې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری ګام وي انشاءالله تعالی. اسلامي عمارت پانګوالو ته د پانګونې اړتیاوې او مساعد شرایط برابروي چې په دې موخه یې ځانګړې کمیته هم تشکیل کړې.